به مجموعه خبری ساعت ده با من یماسیاوش خوش آمدید. سرخط خبرها. هدفگیری یک عضو مجلس نمایندگان در چند قدمی پارلمان. در یک حمله انتحاری بر جان شکریه بارگزی عضو مجلس نمایندگان، سه غیر نظامی کشته و بیش از 30 تن دیگر زخم برداشتند. 30 نفر شهید است، یک خانم است، مسئله پانتون کابل بوده به نام قدسیه و دو نفر مرد در جنبه شهید است و همچنان 32 نفر مجروح. کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در انتظار پایان جنجال کابینه سازی. کمیسیون اصلاحات انتخاباتی پس از معرفی کابینه جدید ایجاد خواهد شد. با اینکه آیا کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی تشکیل خواهد شد یا نه، با قاطعیت میگم از طرف رئیس جمهور که آره، این کمیسیون تشکیل میشه. اعتصاب کاری پزشکان شفاخانه نور به خاطر نگرفتن حقوق. پزشکان شفاخانه نور که از 4 ماه بدین سو حقوق نگرفتند، امروز دست به اعتصاب کاری زدند. در صورتی که تقاضاها برآورده نشه، ما به اعتصاب کاری خود پابند خواهیم بود و ادامه خواهیم داد. ما شده که ما وظیفه اجرا کردیم، ما را ماش نمیده. 5 دقیقه تر روزی حاضری خود نباشه، ما را قید میگنم، میگه برای برو پیشنهاد، من مکتوب تا میدیم. ترک پیش از موعد نشست گروه 20 از سوی پوتین و هشدار اوباما به انزوای بیشتر روسیه در پیوند به بحران اوکراین. به نام خدا و شب شما بخیر. در یک حمله انتحاری بر جان شکریه بارگزی نماینده مردم کابل در مجلس، سه غیر نظامی کشته و بیش از 30 تن دیگر زخم برداشتند. این حمله امروز در جاده دارالامان در نزدیک لیسه حبیبی انگامی رخ داد که موتر حامل خانم بارگزی از این محل میگذشت. رئیس جمهور غنی حمله بر جان شکریه بارگزی را به شدت نکوهش کرده و این گونه حملات را مخالف آموزه‌های دینی خوانده است. یک بار دیگر جاده ها پرخون، چشم مادران پر اشک. حمله کننده انتحاری سوار بر یک موتر کرولا، موتر پر از بم را اینجا بر موتر حامل شکریه بارگزی کوبید. یک صدای انفجار بسیار مهیبی را شنیدم. باز دیگه نفهمیدم چی شد. وضعیت خود موتر بالا پرید. دیدم اینجا شکریه بارگزی خانم ایر از موتر کشیدن در حالت زخمی. مویایش سوخته بود و چادرش هم سوخته بود. شکریه بارگزی ما دیدیم که برای شفاخانه و با یک دختره که دیگه هم طلب شد. با دیدن موتر شکریه بارگزی شک برد می دارد که خودش به چه حال روزی افتاده باشد. اما اقبال بلندش این نماینده مجلس را سلامت نگه می دارد. شکریه بارگزی اندک در این رویداد زخم برداشته است. حمله های انتحاری که از یک دهه پیش بیشتر از غیر نظامیان قربانی گرفته است، این بار نیز بسیاری از خانواده ها را به ماتم نشاند. جسد قدسیه، دختر دانشجویی که آرزوهایش با خودش یک جا برای همیش دفن شدند و بروی جاده افتاده است. در این رویداد سه غیر نظامی به شمول این دانشجوی دختر کشته شدند و 32 تن دیگر به شمول 5 زن و کودک زخم برداشتند. 3 نفر شهید است، یک خانم است، مسئله پانتون کابل بوده به نام قدسیه و دو نفر مرد در جمله شهید است و همچنان 32 نفر مجروح. تنها زمین نیست که از شدت این حمله در خودش فرو رفته است. در و دیوار خانه ها و ساختمان های نزدیک به این محل نیز ویران شدند و شیشه پنجره ها فرو ریختند. پارچه های موتر انتحار کننده ده ها متر دورتر از محل انفجار به اینجا پرتاب شده است. خون مردمان بیگناه کشور که هر بار پس از ریختن به جاده ها شسته می شوند و دیگر یادی از آنان نمی شود. در یک هفته اخیر پس از حمله بر دفتر فرمانده پلیس کابل، این دومین حمله انتحاری در پایتخت است که مقام های دولتی را آماج قرار می دهد. روی دادن این گونه حمله های انتحاری حالا دیگر بخشی از زندگی روزمره مردمان کشورمان شده است. این گونه حمله ها ماه و هفته ای نیست که هم از حکومتی ها و هم از غیر نظامیان کشور قربانی نگیرد. پایان این گونه خشونت ها در کشور هم روشن نیست. هرچند مردم
از این گونه حمله ها دیگر خسته شدند، اما دیده شود که حکومت تازه برای پایان خشونت ها در کشور چی کاری انجام خواهد داد و آیا این حکومت موفق خواهد شد تا کاری بکند که دیگر مردم گواهی از دست دادن جیگرگوشه هایشان در این گونه رویدادها نباشند یا خیر. کریم امینی، تولو نیوز. فعالان جامعه مدنی قرار است دیدگاهشان را در نشست لندن با سران جامعه جهانی شریک سازند. این فعالان دیدگاهشان را در بخش‌های حکومتداری خوب، حقوق بشر، رشد پایدار اقتصادی و نقش جامعه مدنی در حکومتداری خوب یک روز پیش از نشست لندن در نشست زیر نام آینده مطرح می‌کنند و سپس در نشست لندن آن را به سران جامعه جهانی ارائه خواهند کرد. در استودیو با ما جاوید نادر، مسئول برگزاری نشست جامعه مدنی در لندن هستند. خیلی خوش آمدین آقای نادر. خوش باشین آقای. در مورد این نشست بگوین، هدف مشخص جامعه مدنی از رفتن به نشست لندن چی است؟ دو هدف داره. یکی هدف تشویق همکاری های جامعه مدنی افغانستان با دولت جدید افغانستان است و هدف دوم رسانیدن آواز جامعه مدنی و سکتور غیر انتفاعی افغانستان به گوش رهبران جهانی است و از دید آنها مطرح کردن اولویت‌های عمده انکشافی افغانستان. بله، حالا خوب این در پیوند به نشست توکیو و آنچه حکومت افغانستان انجام داده یا انجام نداده صورت می‌گیرد. فکر می‌کنین چه کارهایی در افغانستان شده و کیها از آدرس جامعه مدنی قرار است برند و صدای مردم را انعکاس بدهند در این نشست؟ این اولین نشست جامعه جهانی با دولت جدید افغانستان است. چون که دولت جدید تا به حال مکمل تکمیل نشده، ما روی موضوعات توکیو به صورت مفصل و با جزئیات بحث نخواهیم کرد. بیشتر روی از این صحبت میشه که اولویت های عمده در حالت فعلی کدام ها است و روی مشخص جزئیات از این در جلسه ماه جون سال 2015 در کابل صحبت میشه. در رابطه به اینکه کی از افغانستان شرکت میکنند، ما حدود 61 نماینده جامعه مدنی را در این کنفرانس خواهیم داشت که با نمایندگان جامعه مدنی جهانی، سیاستمداران جهانی، رسانه‌های بریتانیایی و بین‌المللی و افغان‌های مقیم در بریتانیا در این جلسه شرکت خواهند کرد. حالا شما از اولویت ها گفتین، اولویت بندی کرده جامعه مدنی افغانستان که قرار است چه مسائلی را مطرح بکنه با سران جهانی در نشست لندن؟ بله، از حدود 3 ماه به این طرف نمایندگان جامعه مدنی طی نشست های متعددی در ولایت کابل با مشاورت با نمایندگان جامعه مدنی ولایات یک سلسله موقف های خود در یک سند به نام موقف نامه جامعه مدنی نهایی کردند. امروز هم در این جلسه ما بودیم. این اما تو که شما طبقه های از این موضوعات یادآوری کردین، کاتگوری ها را، اینا در موضوعات مختلف از حقوق بشر تا حکومتداری خوب تا موضوعات انکشاف، موضوعات توسعه اقتصادی و امثال اینها است و این به زودی با رسانه های محترم شریک خواهد شد. حالا در این نشستی که قرار است یک روز پیش از نشست لندن برگزار شود از سوی جامعه مدنی چه مسائلی مطرح خواهد شد؟ موضوعات عمده امی چند موضوعی بود که خدمت شما عرض کردم که در قالب امی موضوعات مطرح میشن. آیا امین چیزی که شما با این اسم موقف نامی جامعه مدنی میگین روی امین بس خواهد شد یا مسائل جدا از این درونش هست؟ موقف جامعه مدنی خوشبختانه در مورد موضوعات مهم است و موضوعاتی را که ما در کنفرانس آینده هم بحث میکنیم برگرفته از این موضوعات است و همچنان ما در اونجا با گروه های پارلمانی بریتانیا جلسات خواهیم داشت، با نمایندگان سازمان های بین المللی اروپا، امریکا و کشورهای دیگه و بریتانیا جلسات خواهیم داشت. تمام موضوعاتی که صحبت میشه موضوعات انکشافی و غیر نظامی است. آقا این نادر، حالا انتقاد های بر کارکرد جامعه مدنی افغانستان هم وارد بوده. بیشتر این نهادها متهم به این هستند که پول زیاد گرفتن اما کار آنچنانی انجام ندادن. خب چگونه شما طبقه بندی کردین و کیا را قرار است به نشست لندن ببرید که صدای مردم افغانستان باشن واقعا؟ بله، بدون شک تمام ادارات که در افغانستان کار کردن، چی ادارات دولتی، چی ادارات غیر دولتی، بین المللی، ملی، بعضی گاه ها انتقادهای متوجه اینها هست، یعنی بدون استثناء همگیشان مورد انتقاد قرار دارند. اما سازمان های جامعه مدنی و یا غیر دولتی در افغانستان در برنامه هایی که امروز از مباحات دولت افغانستان است، مثلا برنامه همبستگی ملی، مثلا ارائه خدمات صحی و آموزشی، در اینا سهیم بودند به عنوان یک همکار مؤثر دولت و جامعه جهانی.
نمایندگانی را که ما در کنفرانس لندن دعوت کردیم کسانی هستند که توسط خود از این سازمان ها در سطح ولایات، سطح حوزه های ولایتی و در کابل انتخاب شدند. ما در انتخاب از اینا به عنوان برگزار کننده کنفرانس نقش مستقیم نداشتیم، اما در موردی که میارهای برای مطمئن هستین که واقعا کسانی را که میبرین اینها صدای واقعی مردم افغانستان هستند؟ ما خوشبین به خاطر ازی هستیم که این دوستان را که ما این بار دعوت کردیم کسایی هستند که در موضوعات مختلف مدنی در افغانستان سهیم هستند و بعضی از اینا در کنفرانس های گذشته هم شرکت کردند. آقای نادر، حالا در مورد این که چقدر جامعه جهانی جامعه مدنی افغانستان را و حرفایش را و پیشنهاداتش را جدی خواهد گرفت؟ بدون شک جامعه مدنی یگانه نهادی نیست که جامعه جهانی به او طرف است. دولت افغانستان هم اولویت‌های عمده خود داره. آیا در اینجا هماهنگی میان حکومت افغانستان و جامعه مدنی وجود داره؟ خوشبختانه در جریان حداقل چند هفته گذشته جلسات هفتوار بین نمایندگان دولت و نمایندگان جامعه مدنی بوده. همچنان رئیس جمهور غنی تا به حال در جلسات متعدد نمایندگان جامعه مدنی را دعوت کرده. در بین از اون نمایندگان جامعه مدنی کسانی هم هستند که در کنفرانس آینده شرکت خواهند کرد. سپاسگزار از شما جاوید نادر، مسئول برگزاری نشست جامعه مدنی در لندن. تشکر از حضورتان. کمیسیون اصلاحات انتخاباتی پس از معرفی کابینه ایجاد خواهد شد. مشاور ریاست جمهوری در امور حقوقی ایجاد این کمیسیون را نیازمند وقت می‌داند و تاکید می‌ورزد که تأخیر در برگزاری انتخابات مجلس خلاف قانون اساسی است و برای رئیس جمهور پذیرفتنی نیست. در همین حال نهادهای جامعه مدنی در نشست ملی اصلاحات انتخاباتی می‌خواهند که انتخابات شورای ملی یک سال بعد تأخیر بیفتد و در قوانین انتخابات و ساختار کمیسیون‌های انتخاباتی اصلاحات جدی به میان آید. مجلس نمایندگان برای آوردن اصلاحات بنیادی انتخاباتی آستین برزده است. اعضای این مجلس میگویند که در همکاری با حکومت، نهادهای نظارت کننده از انتخابات و کمیسیون‌های انتخاباتی به زودی پیشنویس تعدیل قوانین انتخاباتی و اصلاح ساختارهای کمیسیون‌های انتخاباتی را آماده خواهند کرد. ما مشخصاً من رئیس کمیسیون اختصاصی و کمیسیون زیربط کار خود آغاز کردیم به اساس فیصله تالار عمومی ولسی جرگه و این کار امروز از همینجا شروع شد. ما با دوستای ما با اکسین صحبت‌های را داشتیم. بر بنیاد توافقنامه ایجاد حکومت وحدت ملی پس از ایجاد این حکومت به گونه بیدرنگ باید در کمیسیون‌های انتخاباتی اصلاحات به میان آید، اما حکومت تا کنون در این باره خاموش است. نمایندگان نهادهای جامعه مدنی در واکنش به این خاموشی حکومت وحدت ملی گرد هم آمدند و می‌خواهند که برگزاری انتخابات شورای ملی یک سال به تأخیر بیفتد. در همین حال مشاور رئیس جمهور در امور حقوقی تاکید می‌ارزد که برگزار نشدن انتخابات شورای ملی در زمان معین آن نقض قانون اساسی است. روحیه رئیس جمهور که ما می‌دانیم به شدت حساس هست نسبت به اینکه قانون اساسی باید رعایت شود و حاکمیت قانون را به عنوان یک اصل اگر نهادهای دولتی احترام نگذارند، قوه اجراییه، قوه مقننه و قضایه احترام نگذارند، دیگه از مردم عادی و از کسی دیگه ما هیچ انتظاری نداریم که احترام بگذاره. بنابراین احتمال موافقت با تعویق انتخابات بسیار بعید هست، هرچند ممکنه دلایل فنی و تکنیکی خود عرض کردم داشته باشه. نماینده رئیس اجرائیه در کمیته تشکیل کابینه تاکید می‌ارزد که باید اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی به مردم پاسخگو باشند. از کمیسیون‌ها شخصیت حکمی لازم الاحترام و غیر مسئول ساختند، بنابراین لازم است در قانون مرجع شکایت و بازپرسی از کمیسیون‌های انتخاباتی نیز مشخص گردد. مشاور رئیس جمهور در امور حقوقی میگوید که رئیس جمهور به زودی فرمان توزیع شناسنامه‌های برقی را صادر می‌کند که همزمان با آن توزیع شناسنامه‌های برقی از سوی اداره ثبت و احوال نفوذ آغاز خواهد شد. در این روند در مدت 1.5 سال روزانه برای 50,000 تن شناسنامه توزیع خواهد شد. پزشکان شفاخانه نور در کابل امروز دست از کار کشیدند و اعتصاب کاری کردند. این پزشکان که خواهان بهبود عرضه خدمات بهداشتی نیز هستند میگویند که از 4 ماه بدین سو حقوق نگرفتند. آنان هشدار میدهند که اگر دولت به خواستهایشان پاسخ ندهد به اعتصاب کاریشان ادامه خواهند داد. تکانه های کسر بودجه در وزارت صحت نمایان شدند. پزشکان شفاخانه نور در کابل به علت به دست نیاوردن حقوقشان روز یکشنبه دست از کار کشیدند و اعتصاب کردند. دو ماه شما تقریبا دو ماه شده که ما وظیفه اجرا کردیم، ما را ماش نمیده. پا
5 دقیقه تر دودی آزادی خود نباشه ما را قید میگیرن میگه برادر برو پیشرات من مکتوب بهت میدم. در صورتی که تقاضاها برآورده نشه ما به اعتصاب کاری خود پابند خواهیم بود و ادامه خواهیم داد. تا وقتی که بر ما جواب قناعت کننده داده نشود تا او زمان ما اعتصاب خود ادامه میدیم. پزشکان این شفاخانه که به روز یکشنبه در ساختمان شفاخانه نور گرد آمدند هشدار میدهند تا هنگامی که با مشکلات آنان رسیدگی نشود و حقوقشان پرداخته نشود از اعتصاب کاری دست نخواهند برداشت. در همین حال سخنگوی وزارت صحت عامه میگوید که کسر بودجه سبب شده است تا حقوق شماری از کارمندان این وزارت دیرتر پرداخته شود. مشکل معاش را که اونا مطرح کردن یک مشکل کلی هست، مختص با او شفاخانه نیست. شما میفهمین که یک کم در اجرای معاشات تأخیر آمده و ما در تماس هستیم با وزارت محترم مالیه و امیدوار هستیم که این مشکل به زودی حل شود. اعتصاب کنندگان با مشکلات اقتصادیشان اشاره میکنند و از رئیس جمهور غنی میخواهند تا به این مشکل آنان توجه جدی نماید. با ایجاد حکومت وحدت ملی و تعیین کابینه یک تحول بنیادی در کشور رونما خواهد شد. عبدالله عبدالله با تاکید بر این مطلب میگوید که افغانستان روابطش را با کشورهای همسایه و جهان با احترام کامل به آزادی و منافع ملی کشورها گسترش خواهد داد. 4 روز از زمان تعیین شده برای ایجاد کابینه حکومت وحدت ملی میگذرد، اما تا کنون هیچ سرنخ روشنی از چگونگی گزینش وزیران کابینه تازه در دست نیست و ارگ نشینان نیز در این باره با رسانه ها محتاطانه سخن میزنند. دکتر عبدالله عبدالله که بروز یک شنبه در دانشگاه دفاعی مارشال محمد قسیم فهیم هنگام گشایش یک کارگاه آموزشی یک هفته‌ای به نام کارگاه آموزشی راهبردی سخنرانی می‌کرد، از آمدن تحول بنیادی در کشور پس از ایجاد کابینه حکومت وحدت ملی سخن می‌زند. با شکل گرفتن حکومت وحدت ملی و تکمیل کابینه افغانستان انشاءالله یک تحول اساسی به میان می‌آید. روابط افغانستان با منطقه، با حفظ منافع ملی افغانستان، با حفظ عزت این ملت با افتخار، با حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور و بدون هیچ نوع معامله در برابر عزت این کشور، روابط منطقوی ما با همسایگان ما باید انکشاف کند. از سوی هم رئیس اجرایی کشور بسیج و آموزش نیروهای امنیتی را از نیازهای بنیادی کشور میداند و میگوید که امضای توافقنامه‌های امنیتی با ایالات متحده آمریکا و ناتو زمینه فراهم آوری این کمک‌ها را فراهم ساختند. به او کسایی که چشم برای سقوط افغانستان بودند، شما هر روز و هر لحظه ثابت می‌سازید که خوابی که دشمنای افغانستان دیده بودند، دشمنایی که جان مردم بیگناه را به خطر مندازند، به قتل عام مردم بیگناه دست میزنند، او خوابشان به حقیقت نپیوسته و به حقیقت نمیپیونده. عبدالله عبدالله با ستایش از کارکردهای نیروهای امنیتی در سالهای پسین میگوید که حکومت وحدت ملی به گونه کامل پشتیبان نیروهای امنیتی کشور خواهد بود. رئیس جمهور غنی با چه دستاوردی از سفر دو روزه پاکستان برگشت؟ شماری از آگاهان درباره این سفر خوشبینند، اما تاکید می‌ورزند که به عملکرد پاکستان بی‌باور هستند. رئیس جمهور غنی در یک نشست با مقام‌ها و بازرگانان پاکستانی هشدار داده، آنانی که خواب سرنگون شدن افغانستان را می‌بینند، این آرزو را به گور خواهند برد. رئیس جمهور غنی در این سفر با امضای یک توافقنامه 90 روز مهلت تعیین کرده تا مقام‌های پاکستانی صداقتشان را نشان دهند. تا لحظات دیگر، داعش یک آمریکایی دیگر را سر برید. هم خوش آمدید. رئیس جمهور آمریکا هشدار می‌دهد که اگر روسیه به نقض قوانین و پیمان‌های جهانی ادامه دهد، منزوی شدنش ادامه خواهد یافت. باراک اوباما که امروز در استرالیا سخن می‌گفت، از روسیه می‌خواهد تا از مداخله در اوکراین دست بردارد. در این حال رئیس جمهور روسیه که امروز نشست گروه 20 را پیش از پایان آن ترک کرد، تحریم های قدرت های غربی را بر روسیه به زیان هر دو طرف می داند.
در فرجامین روز نشست 20 کشور بزرگ صنعتی جهان، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روسیه را از بهر مداخلت در اوکراین هشدار می‌دهد. باراک اوباما می‌گوید که ادامه مداخله نظامی روسیه در شرق اوکراین به انزوای بیشتر این کشور خواهد انجامید. در این مرحله تحریم‌های وضع شده به گونه زیاد زننده هستند. ما یک جا در جستجوی یک سازوکار هستیم تا به افزایش فشارها بیانجامد. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از قدرت‌های غربی انتقاد می‌کند و تحریم‌ها را به زیان هر دو طرف می‌داند. تحریم ها بر هر دو طرف آسیب می رسانند، یعنی نه به سود وضع کنندگان و نه هم به سود تحریم شوندگان هستند. به دنبال انتقادها و هشدارهای قدرت های غربی، رئیس جمهور روسیه بر روز یک شنبه پیش از پایان نشست گروه 20 شهر برزبین را ترک کرد و راهی مسکو شد. هرچند روسیه دامن زدن خشونت ها و مداخلت در اوکراین را نمی پذیرد، اما قدرت های غربی از مداخله روسیه در اوکراین خشمگین شدند، زیرا خشونت ها و درگیری ها میان نیروهای امنیتی و جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین تا کنون جان بیش از 4000 تن را گرفتند. نخستین جشنواره جهانی سینمایی چین و استرالیا در شهر برزبن استرالیا آغاز شد. در این جشنواره شش روزه 10 فیلم چینی و استرالیایی برنمایش گذاشته می شوند. چهره های پرآوازه سینمای چین و استرالیا برای گشایش این جشنواره فراخوانده شده بودند. هدف از برگزاری این جشنواره گسترش روابط هنری و فرهنگی میان دو کشور گفته شده است. گروه دولت اسلامی یک گروگان دیگر آمریکایی را سر برید. یک نوار تصویری پخش شده نشان می‌دهد که گروه دولت اسلامی پیتر کاسیک یک کارمند مددرسان آمریکایی را سر می‌برد. وی سال گذشته در سوریه ناپدید شد و پس از گرویدن به اسلام نامش از پیتر کاسیک به عبدالرحمن کاسیک مبدل شد. تا لحظات دیگر، اتهام مشکلات فنی و مدیریتی به شرکت آریانا از سوی مجلس سنا. باز هم خوش آمدید. مجلس سنا می گوید که شرکت هوانوردی آریانا با مشکلات فنی و مدیریتی روبروست. کمیسیون اقتصاد ملی و بودجه مجلس سنا با ارائه گزارش از امکانات و کارکردهای آریانا می گوید که تجهیزات شرکت آریانا ناس غیر معیاری اند و این شرکت مشکل مدیریتی دارد. مجلس سنا با فراخواندن مسئول شرکت آریانا در نشست بعدی این مجلس می گوید که اگر شرکت آریانا گزارش مکملی از امکانات و توانمندی های آریانا ناس ارائه نکند، تمامی قراردادهای این شرکت لغو خواهد شد. کمیسیون اقتصاد ملی و بودجه مجلس سنا پس از بررسی شرکت هوانوردی آریانا می گوید که تجهیزات شرکت آریانا ناس غیر معیاری اند و این شرکت از مدت بدینسو مالیاتش را نپرداخته است. از سوی اداره مستقل هوانوردی با رد گزارش مجلس سنا درباره تجهیزات شرکت آریانا ناس می گوید که این شرکت به تازگی به ارزش 3 میلیون دلار تجهیزات تازه و برابر با معیارهای جهانی خریداری کرده است و تمامی این تجهیزات از سوی اداره مستقل هوانوردی ملکی ارزیابی شده اند. زین راغل دی تقریبا د 3 میلیون ډیر او نور هم دراتلونکي په حالت کې دي. زموږ ارزیابي ټیمونه هر وخت زی دوغه تجهیزات خلیدنه کوي او هغه معیارونه چې جامع جهانی کې مروج دي هغه ټول موږ د آریانا او د آریانا ناس چې دغه نوې کمپنی چې دې سره شراکت کړې دي دوغه سواړو او دغه مطابق دی مشر دی کوم. این گزارش مجلس سنا در حال ارائه شده و مسئول آریانا برای پاسخگویی درباره تجهیزات شرکت آریانا ناس به مجلس فراخوانده شده است که چند روز پیش رئیس شرکت آریانا از بهبود اوضاع این شرکت و سود 7 میلیون دلاری آن برای نخستین بار پس از چندین سال زیان سخن گفته است. نمایندگان بخش خصوصی افغانستان در سفر با رئیس جمهور به پاکستان به جز از خوشبینی درباره آینده تجارت و ترانزیت میان دو کشور دستاورد مشخصی نداشتند. مسئولان اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان میگویند که توافق‌های انجام شده میان نمایندگان دو کشور در کوتاه مدت هیچ چیزی را تغییر نمی‌دهد، اما امید می‌رود که در دراز مدت این توافقات به نفع بازرگانی دو کشور به انجام برسد. در آخر نگاه دیگر به چند خبر. در
یک حمله انتحاری بر جان شکریه بارگزی عضو مجلس نمایندگان سه غیر نظامی کشته و بیش از 30 تن دیگر زخم برداشتند. کمیسیون اصلاحات انتخاباتی پس از معرفی کابینه جدید ایجاد خواهد شد. و در حالی که ولادیمیر پوتین نشست گروه 20 را پیش از موعد ترک کرد، اوباما در پیوند به بحران اوکراین به روسیه هشدار داد. سپاسگزارم از همراهی شما. شب بر همه‌تان خوش.